در بخش دوم ما به دو بحث مهمی پردازیم، یکی پیوستار بلوغ و یکی هم تولید و قابلیت تولید. این قسمت خیلی مهمه به خاطر اینکه چارچوب کل کتاب رو در این قسمت خواهید دید، یعنی عموم کسانی که کتاب هفت عادت رو میخونن و براشون سخته اینه که چارچوب کلی کتاب دستشون نیومده. من تو این قسمت به یاری خدا چارچوب اصلی کتاب رو به شما خواهم گفت. اگر همین رو گوش بدید و بعد خودتون برید کتاب رو بخونید، دیگه می‌بینید که به راحتی متوجه میشید. این طرح کلی که الان خواهم گفت 6 عادت رو در بر میگیره. عادت هفتم رو هم همین الان توضیح میدم و انشاءالله بعد از این قسمت ما دیگه هر جلسه‌مون یک عادت رو پیش خواهیم رفت. بنابراین الان ما پیوستار بلوغ، تولید و قابلیت تولید رو به اضافه عادت هفتم توضیح خواهیم داد. کلمه پیوستار یعنی یک خطی که میکشیم و روی این خط نقطه‌های مختلفی داریم و جای پدیده‌های مختلف رو روی این خط نشون میدیم. اگر ما یه پیوستار، یه خط بلند در نظر بگیریم برای ترسیم بلوغ انسان و بخوایم بالغ شدن انسان‌ها رو نشون بدیم، روی این خط اولین نقطه که نقطه شروع وابستگیه یا اتکا. همه ما انسان‌ها به صورت مادرزاد و طبیعی زندگیمون با وابستگی شروع میشه، یعنی وقتی که ما جنینیم و در شکم مادر هستیم به صورت مطلق به مادر وابسته ایم. اگر اون وابستگی قطع بشه حتما ما از بین خواهیم رفت. بنابراین ما زندگیمون رو با وابستگی شروع میکنیم. وقتی که به دنیا میاییم و نوزاد میشیم به شدت جنین وابسته نیستیم، یه مقداری از وابستگی هامون کمتر میشه، اما همچنان ما در دوره نوزادی به اطرافیانمون و پدر و مادرمون وابسته ایم و اگر این وابستگی از بین بره، چند ساعت اونها به ما توجه نکنن، حتما ما به عنوان یک نوزاد زندگیمون رو از دست خواهیم داد. بنابراین وابستگی همچنان وجود داره. به تدریج که نوزاد انسانی بزرگ میشه از اون وابستگی میتونه فاصله بگیره و البته بسیاری از انسان‌ها فاصله نمی‌گیرن، یعنی همچنان که سنشون داره بالا میاد اون وابستگی رو با خودشون حفظ می‌کنن و به بقیه زندگیشون می‌برن. کم نیستن کسانی که میان سالن ولی وابستن، کم نیستن کسانی که پیرن ولی وابستن. این وابستگی واقعا وجود داره. وابستگی هم فقط با عشق و دوستی نیست، وابستگی با نفرت هم داریم. خیلی‌ها هستن با زنجیر نفرت به دیگران وابسته شدن. اگر کسی نباشه که ازش نفرت داشته باشن نمیتونن زندگی بکنن. در واقع فرق نمیکنه ما چه با نفرت به دیگران وابسته شده باشیم چه با محبت، در هر حال وابسته هستیم. عده‌ای بسیار اندکی از انسان‌ها از وابستگی عبور میکنن، به تدریج اون بندنافهای خودشون رو میبرن و به مرحله استقلال میرسند. اینا تعدادشون خیلی خیلی کمه. از بین کسانی که به استقلال میرسند تعداد زیادیشون تا آخر عمر تو استقلال میمونند. این هم خوب نیست. مستقل بودن از وابسته بودن البته بهتره، اما توقف همیشگی در استقلال هم امر خوشایندی نیست و ما باید از استقلال حرکت کنیم، بریم به طرف اتکای متقابل، یعنی به طرف وابستگی متقابل. بنابراین در پیوستار بلوغ ما نقطه آغاز وابستگیه. آرام آرام باید حرکت کنیم، بریم مستقل بشیم، در استقلال هم نمونیم، حرکت کنیم به طرف وابستگی متقابل. اولین جمله‌ای که در اینجا میخوام به شما بگم اینه که از نظر استفان کاوی و کسان دیگری که درباره انسان کار میکنند، نهایت بلوغ عاطفی انسان رسیدن به حالت اتکای متقابله. یعنی انسان بالغ کسیه که بتونه به اتکای متقابل برسه. در وابستگی شخص همش میگه تو، هر چی که تو بگی. در استقلال شخص میگه من، هر چی که من بگم باید انجام بشه. اما در اتکای متقابل نه من وجود داره نه تو وجود داره، در اینجا ما وجود داره. در حالت اتکای متقابل ما یاد میگیریم در این حال که مستقلیم به دیگران هم تکیه کنیم و از دیگران هم استفاده کنیم، اما در حالت استقلال ما فقط از خودمون داریم بهره میگیریم، به دیگران به کلی بی‌اعتنا هستیم و از منافع خدمتها و دانش‌های دیگران استفاده نمی‌کنیم. بنابراین تفکری که مبتنی بر وابستگیه و همش میگه هرچی که تو بگی، این تفکر در بنیاد خودش مبتنی است بر روش بازنده برنده،
یعنی شخص وابسته در هر رابطه‌ای که وارد میشه برای اینکه طرف مقابل رابطه رو حفظ کنه ناگزیر از منافع خودش بگذره، یعنی نقش بازنده رو بازی بکنه تا بتونه طرف مقابل رو در رابطه با خودش حفظ بکنه. اینو شما تو پدر و مادرها میبینید، عموم روابط پدر و مادرها با بچه هاشون بازنده برنده است، یعنی پدر و مادر هی از خودش میگذره به قیمت اینکه بچه برنده بشه، ولی این رابطه رابطه سالمی نیست. در روابط زن و شوهری هم خیلی از اوقات یکی از دو طرف دائما از خودش میگذره برای اینکه طرف مقابل رو حفظ کنه، نقش بازنده رو بازی میکنه به قیمت اینکه طرف برنده بشه. بنابراین تفکر وابسته مبتنی است بر الگوی بازنده برنده. در تفکر مستقل ما با الگوی برنده بازنده سر و کار داریم، یعنی انسان مستقل همش به فکر بردن خودشه، هیچ گونه ملاحظه‌ای نسبت به منافع طرف مقابل نداره، خودش اگر پیروز بشه یک نفره پیروز شده، طرف مقابل پیروز نشده. اما وابستگی متقابل مبتنی است بر الگوی برنده برنده، وقتی که دیگه نه من و نه تو، ما، در اینجا هم منافع من مطرح میشه هم منافع شما، بنابراین هر دو با هم دیگه به طرف جلو میریم. پس دوستان از نظر استفان کاوی بلوغ عاطفی انسان نشانش اینه که انسان از استقلال عبور کرده و رفته به اتکای متقابل رسیده، هم مستقلن روی پای خودشه، هم به دیگران تکیه میکنه، هم منافع خودش رو میبینه و هم منافع دیگران رو میبینه. این نکته اول در این قسمت. نکته دوم این که برای رسیدن به بلوغ عاطفی، یعنی برای رسیدن به وابستگی متقابل، حتما باید حالت استقلال تجربه شده باشه. اگر کسی مستقل نشده باشه محاله بتونه به بلوغ عاطفی برسه. اینجور نیست که ما با یه هواپیمایی از وابستگی ما رو بردارن ببرن بذارن توی وابستگی متقابل، این امکان پذیر نیست. این سیر طبیعیه، یعنی روش طبیعت اینه که باید از وابستگی بریم به طرف مستقل بودن، از اونجا بریم به طرف اتکای متقابل. اینو همه جا شما میتونید ببینید. استفان کاوی میگه من یه بار رفتم خونه، دیدم که مهمونیه و همه دور بچه 3 ساله من جمع شدن، تولد بچه‌م بوده. میگه من رفتم جلو دیدم بچه من چند تا اسباب بازی رو گرفته دستشو چسبونده به خودش و میگه به هیچ کس نمیگم. همه بچه‌هایی که تو مهمونین گریه میکنن که از اینا به ما بدید. بعد میگه من دیدم خانومم و بچه‌های بزرگتر خانواده خیلی شرمندن که چرا بچه‌شون اونقدر خسیسه و حاضر نیست از این اسباب بازیه که خود اونا آوردن به عنوان هدیه بگذره و به اونا بده. میگه من جلو رفتم، اول با ملایمت گفتم فرزند عزیزم باید تو وسیله در اختیار دیگران قرار بدی، این کار خیلی خوبه. میگه یه جیغی کشید گفت این کارو نمی‌کنم. میگه هی باش صحبت کردم، اگه تو این کارو بکنی دیگران هم اسباب بازیشو به شما میدن. میگه قبول نکرد. میگه عصبانی شدم، داد زدم سرش، دیدم فایده نداره. میگه یک لحظه به خودم اومدم و متوجه شدم که اگر بچه من حس تملک رو تجربه نکرده باشه نمیتونه حس بخشندگی رو تجربه کنه. محال کسی مالکیت رو تجربه نکرده باشه بعد ما از اون بخوایم که بخشنده بشه، این اصلا غیر ممکنه. همون جور که بدون تجربه حس تملک نمیشه تجربه بخشندگی داشت، بدون تجربه استقلال نمیشه تجربه اتکای متقابل داشت. پس ما در آغاز باید حرکت کنیم و بریم به طرف اتکای متقابل. دوستان عزیزم، این دایره‌ای که می‌بینید، این تصویری که می‌بینید، مهمترین تصویری است که در این کتاب وجود داره. و من به نظرم همتون سعی کنید یه نسخه شسته رفته زیبایی از این پیدا بکنید، اینو قاب کنید توی خونتون یا محل کارتون بزنید و مرتب به این نگاه کنید. ما وقتی که به استقلال می‌رسیم پیروزی شخصی رو تجربه می‌کنیم، یعنی خودمون شخصا یک انسان موفق می‌شیم. ولی وقتی که ما به اتکای متقابل میرسیم میتونیم پیروزی شخصی خودمون رو به دیگران هم منتقل کنیم، دیگران رو هم در پیروزی خودمون سهیم بکنیم. بنابراین ما به طرف پیروزی عمومی حرکت میکنیم. اگر با اصطلاحات دینی بخوایم صحبت کنیم، ما خودسازی میکنیم و بعد از طریق خودسازی دیگرسازی میکنیم. این دقیقا اینو میخواد بگه. کسی که شخصا انسان پیروزی نیست، این در هر مجموعه‌ای هم که قرار بگیره نمیتونه انسان‌های موفق رو به وجود بیاره. به همین خاطر که اسم کتاب رو گذاشته 7 عادت مردمان مؤثر، نه 7 عادت مردمان موفق. آدم موفق یعنی کسی که شخصا موفقه ولی ممکنه توی جمع موفق نباشه. آدم مؤثر یعنی کسی که شخصا موفقه، توی جمع هم میتونه موفق باشه. بنابراین این کتاب شامل 7 عادته که 6 تا از این عادت‌ها در اون وسط قرار گرفتن. از این پایین نگاه کنید دوستان،
ما از حالت اتکا شروع میکنیم، میریم به طرف بالا. هدف اصلی ما اینه که به استقلال برسیم، از استقلال حرکت کنیم بریم به طرف اتکای متقابل. برای حرکت از اتکا به استقلال، یعنی برای به دست آوردن پیروزی شخصی، ما سه تا عادت رو در خودمون باید نهادینه کنیم. عادت عامل بودن، یعنی مسئولیت زندگی رو بر عهده گرفتن. عادت دوم ذهناً از پایان آغاز کردنه. و عادت سوم نخست امور نخست رو قرار بدید. در عادت اول ما یاد میگیریم بپذیریم مسئولیت زندگیمون با خودمونه. مسئولیت زندگی ما با دیگران نیست، محیط و اقلیم و ژن و طبیعت و خدا و اینها سرنوشت ما رو تعیین نمی کنن. من خودم نویسنده فیلمنامه زندگی خودم هم. این میشه عامل بودن. عادت دوم اینه که ذهنن از پایان آغاز کنید، یعنی هر کاری که میخواید انجام بدید از همون اول آخرش رو باید ببینید و برنامه های زندگیتون رو از پایان شروع کنید، بیاید به طرف جلو. و سوم این که نخست امور نخست رو قرار بدید، یعنی اولویت بندی رو یاد بگیرید. از نظر استفان کاوی اگر ما این سه تا عادت رو یاد بگیریم، اینا رو درونی کنیم، مهارتاش رو بیاموزیم، اشتیاقش رو در خودمون ایجاد بکنیم، حتما ما یک انسان مستقلی میشیم که از نظر شخصی انسان کاملا موفقیه. اما این کافی نیست، از استقلال باید حرکت کنیم بریم به طرف اتکای متقابل. برای رفتن به پیروزی عمومی سه تا عادت دیگر رو هم ما باید در خودمون درونی بکنیم. عادت اول اینه که برنده برنده بیاندیشیم، یعنی همیشه به منافع طرف مقابلمون هم توجه کنیم. عادت دوم اینه که اول طرف مقابل رو بفهمیم، بعد انتظار داشته باشیم او ما رو بفهمه آنگونه که هستیم. و عادت سوم هم اینه که نیروی جمعی، یعنی سینرژی ایجاد کنیم. به نظر استفان کاوی این سه تا عادت میتونن ما رو در هر جمعی، در هر سازمانی موفق کنن. مثال بزنم، فرض کنید یک مادری 20 سال 25 سال رخت خواب بچه‌شو جمع می‌کنه. به نظر می‌رسه خیلی مادر موفقیه. شما هر وقت برید خونه‌شون، خونه‌ش مرتب، رخت خواب داخل خونه نیست. اما به نظر استفان کاوی این خانم موفقی ممکنه باشه، ولی خانم مؤثری نیست. این خانم زمانی آدم موفقی بود به معنای واقعی کلمه که بتونه این نگرش رو به بچه منتقل کنه که بچه خودش رخت خواب خودش رو جمع کنه. بنابراین مادر موفق اونیه که 6 ماه هر روز وقت میگذاره روش جمع کردن رخت خواب بچه یاد میده، با بچه سر و کله میزنه، تمام قرهای بچه رو به جان میخره، ولی بعد از 6 ماه بچه یاد میگیره رخت خواب خودش رو جمع میکنه. اولش هم بی‌لرز جمع میکنه، درست تا نمیکنه، اینا رو تحمل میکنه. بالاخره بعد از 1 سال بچه یاد میگیره که رخت خوابش رو جمع کنه، ولی دیگه 20 چند سال بعدی رو بچه دیگه خودش این کارو میکنه، دیگه لازم نیست مادر این کارو انجام بده. یا رئیس سازمانی رو در نظر بگیرید که این رئیس سازمان خودش بسیار آدم اخلاقی، بسیار آدم شریف، بسیار آدم وظیفه شناس، اما تمام زیردستانش آدمای شلخته و بی‌نظم و مسئولیت گریزی هستن. این آدم موفقی نیست، آدم مؤثر. کسیه که پیروزی شخصی خودش رو به دیگران منتقل کنه و اونها رو در پیروزی خودش هم سهیم کنه. بنابراین دوستان، تا اینجا شما طرح کلی کتاب رو متوجه شدید. سعادت نخست میخوان ما رو به استقلال و پیروزی شخصی برسونن، سعادت دوم میخوان ما رو به اتکای متقابل و پیروزی عمومی برسونن، که انشاءالله از بعد از ظهر ما این 6 تا رو شروع میکنیم تا فردا غروب همه رو توضیح میدیم. پس دوستان، من سه تا مطلب رو تا اینجا گفتم. یکی اینکه بلوغ عاطفی انسان یعنی رسیدن به اتکای متقابل. دو اینکه برای رسیدن به بلوغ عاطفی باید استقلال رو تجربه کنیم. و سه، مؤثر بودن یعنی اینکه از استقلال به طرف اتکای متقابل حرکت کنیم، دیگران رو در موفقیتمون سهیم کنیم. این سه تا رو تا الان گفتم، اما چون مسئله مهمه اجازه بدید دوباره برگردیم و به موضوع بیشتر توجه کنیم. وابستگی که گفتم حالت اولیه ماست و خیلی از آدم ها تا آخر عمرشون با وابستگی پیش میرن، بسیار حالت شیرین و دلنشینیه. به خاطر اینکه وقتی ما وابسته ایم، کسی دیگر یا کسانی دیگر به جای ما فکر میکنن، تصمیم گیری میکنن و برنامه ریزی میکنن و ما به اونها تکیه کردیم و از منافع تکیه کردن به اونها داریم برخوردار میشیم. کاملا با به طبع آدم های تنبلیه که میخوان از زندگی خیلی لذت ببرن. کسانی که وابستن یه مدتی هم واقعا حالشون خوبه، چون به کسی یا کسانی تکیه کردن و اون تکیه‌گاه های اونها کارهای اینا رو دارن انجام میدن. اینا نه نیاز دارن زحمت بکشن، نه نیاز دارن فکر کنن، فقط کافی رضایت اون تکیه‌گاه رو به دست بیارن، اون تکیه‌گاه همه کارها رو برای اینا انجام میده.
اما استفان کاوی به درستی میگه بیشتر بیماران روانی و کسانی که به کلینیک های روان پزشکی و روان درمانگری و روان کاوی مراجعه میکنن آدم های وابستن، یعنی وابستگی از اون دوران خوش اولیش که بگذره آرام آرام مثل خوره در درون انسان نفوذ میکنه و آسیب های جبران ناپذیری به شخص وابسته میزنه. حدود 20 تا ایراد بزرگ و آفت بزرگ وابستگی داره. من به 5 6 تا از اینها برای شما اشاره میکنم. یک، ترس. انسان وابسته ترسوه، ته ذهنش میدونه اگر اون تکیهگاهو از دست بده زندگیش از دست خواهد رفت. آدم وابسته، حالا یا وابسته به همسر، یا وابسته به بچه، یا وابسته به رئیس یا همکار یا دوست یا هر کسی، ته دلش، ته وجودش میدونه که ممکنه اون تکیگاه ولش کنه، ممکنه اون تکیگاه بمیره، ممکنه اون تکیگاه نظرش نسبت به او عوض بشه. به هر حال انسان وابسته دائما در درون خودش نگرانه که نکنه تکیگاهش رو از دست بده. خیلی از افراد رو دیدید از بچهشون لذت نمیبرن، از ماشینشون لذت نمیبرن، از خونهشون لذت نمیبرن، چون وابستگی که به این مسائل دارن باعث میشه که همیشه بترسن و این ترس مانع لذت بردن از زندگی میشه. دوم این که انسان وابسته وجودش آماده خشمگین شدنه و به تدریج خشم در وجود انسان وابسته فراوان میشه، اگرچه شجاعت ابراز خشم رو نداره و غالبا خشم خودش رو سرکوب میکنه. آفت سوم اینه که انسان وابسته دائما برای این که دیگران رو حفظ کنه تسلیم خواسته های اونها میشه، یعنی خودش رو مطابق میل اونها می آراید، مطابق میل اونها می پروره و مطابق میل اونها پیش میره. شخص وابسته دلش میخواد موهای سرش رو یه جور دیگه آرایش کنه، ولی چون اون تکیهگاهش مایل نیست که این اینجوری آرایش کنه، جوری دیگه دوست داره، تا آخر عمرش اونجوری که تکیهگاهش میخواد موهاش آرایش میکنه. خب زندگی ادامه پیدا میکنه، ولی این به تدریج احساس بی ارزش بودن میکنه. شخص وابسته برای اینکه تکیه‌گاه رو حفظ کنه دائما باید از ارزش‌ها، باورها، گرایش‌ها و خواسته‌ها و اهداف خودش بگذره تا طرف مقابل رو حفظ کنه. و آرام آرام آفت بعدی ایجاد میشه. آفت بعدی اینه که شخص وابسته عمیقا احساس بی ارزش بودن میکنه، چون میدونه هر وقت اون تکیه‌گاه ولش کنه او میفته، و از طرف دیگه چون تمام ارزش‌هاش رو داره از تکیه‌گاهش میگیره به تنهایی احساس ارزشمند بودن نمیکنه. این احساس بی ارزش بودن، احساس ناتوان بودن، احساس ناکارآمد بودن و احساس ناامن بودن به تدریج در زندگی انسان وابسته گسترش پیدا میکنه. آفت بعدی اینه که انسان وابسته شجاعت اظهار نظر نداره، یعنی هر جا که میخواد نظرشو بگه از ترس اینکه نکنه اون تکیگاهشو از دست بده حرف خودشو فرو میخوره و از اظهار نظر خودش میگذره. آفت بعدی اینه که انسان وابسته دائما احساس قربانی بودن داره. این احساس قربانی بودن هیچ وقت آدم وابسته رو ول نمیکنه. آدم وابسته دائما یک جنایتکار تو زندگیشه. اون جنایتکار یا همسرشه، یا مادرشه، یا نظام سیاسی کشورشه، یا نظام آموزشیه، یا طبیعت و اقلیم و کشورشه، یا نمیدونم خداست، یک کسی رو بالاخره به عنوان متهم ردیف اول داره. این احساس قربانی بودن دوستان خیلی احساس خوشایندیه، چون حس معصومیت به انسان میده. ما وقتی حس میکنیم قربانی شدیم کم کم از خودمون خوشمون میاد، میگیم پس من مسئول سرنوشت خودم نیستم، کسی دیگه منو به این روز نشونده. از طریق فرافکنی کردن و انداختن مسئولیت به دوش کسی دیگه ما یک احساس معصومیت کاذب پیدا میکنیم و زندگی برای ما قابل تحمل میشه. ولی این احساس قربانی بودن تمام پایه‌های منش انسان رو در هم میکوبه و انسان رو واقعا از درون پوک و پوچ و نابود میکنه. به همین خاطر خواهش میکنم اگر بین شما کسی است که وابسته است، تمام تلاشش رو به کار بگیره که به مرور زمان از وابستگی خارج میشه و تو حالت وابستگی باقی نمونه. انسان وابسته عشق رو هیچگاه تجربه نخواهد کرد، به خاطر اینکه وابستگی و عشق خیلی نزدیکن به هم دیگه، ولی عشق در آزادی و شادی رشد پیدا میکنه، ولی وابستگی در اندوه و اسارت ادامه پیدا میکنه و این دوتا غالبا با هم دیگه اشتباه گرفته میشن. و انسان وابسته به مرور دوچار الگوی بازنده برنده میشه، همش برای بردن دیگران حاضر میشه که خودش ببازه. بنابراین وابستگی حالت خوبی نیست. بریم سراغ حالت استقلال. استقلال از وابستگی البته بهتره، ولی توقفگاه خوبی نیست. استقلال چند تا آفت داره. اول اینکه استقلال به شدت
مستعد دیکتاتوری و خودکامگیه. انسان مستقل شدیداً این استعداد رو داره که به یک آدم دیکتاتور و خودکامه تبدیل بشه و به خاطر این دیکتاتور شدن انسان‌های دیگر رو اصلاً نبینه. دو، حالت استقلال باعث میشه که انسان از منافع دانش‌ها و کوشش‌های دیگران خودش رو محروم کنه. وقتی که شخص فقط میگه من و هیچگاه حاضر نیست که دیگران رو ببینه، این شخص ناگزیر فقط به دانش خودش و منش خودش تکیه کنه و چون هیچ تضمینی نیست که تمام حقایق هستی از طریق دانش و منش من قابل شکار شدن باشن، من در خوشبینانه ترین حالت فقط از یک منظر دارم به جهان نگاه میکنم. و سوم این که انسان مستقل افراطی از عشق و محبت و روابط سالم با انسان‌های دیگه هم محروم میشه. انسانی که شدیداً مستقله و خیلی خیلی در استقلال افراط کرده، این انسان در هر رابطه‌ای که وارد میشه چون توانایی دیدن منافع طرف مقابل رو نداره، یواش یواش دچار این حالت میشه که روابط رو به روابط برنده بازنده تبدیل میکنه. یعنی فقط منافع خودش رو میبینه، منافع طرف مقابل رو نمیبینه و این باعث میشه که دچار تنهایی بشه و از دریافت عشق و روابط خیلی خوب و عمیق عاطفی محروم بشه. استقلال آفتهای دیگه هم داره که یکیش هم اینه که شخص خیلی مستقل کار تیمی بلد نیست انجام بده. یعنی وقتی در درون گروه قرار میگیره به تنهایی کارهای خودش رو ممکنه خوب انجام بده، ولی چون نمیتونه موفقیت خودش رو پیوند بزنه به آدمهای دیگه، موفقیت او به تنهایی شکل پیدا میکنه. مثل یک بازیکن فوتبالی که خیلی خوب دریبل میده، خیلی خوب تکنیکای فوتبال رو بلده، ولی اصلا اهل پاس دادن نیست. این طبیعتاً در داخل تیم نمیتونه انسان موفق و برجسته‌ای بشه. این احساس تنهایی، احساس خودکامگی و احساس ناتوانی در کار گروهی از آفتهایی هستن که دامنگیر انسانهای مستقل میشن. بنابراین ما از استقلال باید عبور کنیم، بریم به طرف اتکای متقابل. اتکای متقابل هیچ کدوم از اون آفتها رو نداره. آدمی که اتکای متقابل داره اولا آدمی است که استقلال رو تجربه کرده، بنابراین از تمام آفات وابستگی در امانه، و ثانیا انسانی است که آفتهای استقلال رو هم تونسته کنار بگذاره، بنابراین یک وجود بسیار شسته رفته تر و کامل تر میشه. کسی که به اتکای متقابل برسه کار تیمی و گروهی رو خیلی خوب تجربه میکنه، روابط عمیق عاطفی رو خیلی خوب تجربه میکنه، از تنهایی به شدت دور میشه و تنهایی به او آسیبی نمیرسونه و این شخص توانایی دیدن منافع دیگران رو داره، بنابراین روابط او برنده برنده میشن. پس دوستان، هدف کتاب آقای استفان کاوی اینه که ما انسان مؤثری بشیم، یعنی بریم به اتکای متقابل برسیم. خب بریم سراغ دومین بحثی که در این قسمت میخواستم به شما عرض کنم، اونم بحث تولید و قابلیت تولید. اجازه که اول کلمات رو توضیح بدم. تولید در اینجا یعنی هر گونه نتیجه‌ای که از یک کاری، از یک فرایندی به دست میاد. قابلیت تولید یعنی توانایی تولید اون نتیجه رو ایجاد کردن و حفظ کردن. الان چندین مثال میزنم کاملا روشن میشه. از نظر آقای استفان کاوی موفقیت و مؤثر بودن یعنی تعادل میان تولید و قابلیت تولید. این خیلی جمله کلیدیه در این کتاب. دوباره تکرار میکنم، مؤثر بودن و موفق بودن یعنی تعادل میان تولید و قابلیت تولید. انسان مؤثر کسی نیست که بیشترین نتایج رو به دست میاره. انسان مؤثر کسیه که قابلیت تولید اون نتایج رو هم حفظ میکنه. اجازه بدید که مثال بزنم. فرض کنید که من و دوست عزیزم آقا صابر دو تا راننده تاکسی هستیم. دو تا تاکسی 0 کیلومتر به ما دادن که بریم باش کار کنیم. هر دو هم وضع مالی خوبی نداریم. من شروع میکنم به کار کردن با این تاکسی که امروز به دست من رسیده. روزی 15 ساعت با این ماشین کار میکنم و مثلا روزی 200,000 تومان پول در میارم. آقا صابر به جای اینکه بیاد روزی 15 ساعت با این ماشین کار بکنه، روزی 10 ساعت با این ماشین کار میکنه و به جایی که 200,000 تومان به دست بیاره، مثلا 120,000 تومان به دست میاره، ولی هر روز یک ساعت برای راه رفتن و ورزش کردن و استراحت کردن و خوابیدن خودش وقت میذاره، ثابت هر روز یک ساعت برای این ماشین وقت میذاره، ماشین رو چک میکنه، تمام قسمتاش رو میبینه، آب و روغن و همه چیز رو چک میکنه و دائم به ماشین میرسه. در طول یک سال آینده
اگر هر کسی از دور نگاه کنه میگه که شهبازی از آقای سوری موفق تر بوده. چرا؟ چون این روزی 200 هزار تومان درآورده و در یک سال شده اینقدر، ایشون روزی 120 هزار تومان درآورده و شده اینقدر. اما بعد از یک سال من به خاطر اینکه روزی 15 ساعت کار کردم احتمال زیاد به خستگی بدنی فراوان دوچار خواهم شد، به خاطر اینکه به خانواده‌ام نتونستم برسم روابطم با اونا احتمالاً دوچار اختلال خواهد شد، به خاطر اینکه خوب استراحت نکردم قوای ذهنی و روحی من احتمالاً پایین خواهد اومد، و به خاطر اینکه یک ریز از ماشین کار کشیدم و برای ماشین وقت نگذاشتم، ماشین من بعد از یک سال دیگه شروع میکنه به روغن‌سوزی و نمیدونم ایرادای خیلی زیاد فراوانی، و بعد از مدتی من یه دفعه یه هفته نمیتونم کار کنم، بعد ماشین رو ببرم تعمیرگاه اونجا نگهش دارم، پول زیاد باید خرج کنم تا ماشین درست بشه، و بعد وسط مسافرکشی ماشین میمونه و پیش نمیره از این اتفاقا. بنابراین من فقط به تولید، یعنی به پولی که به دست میارم توجه کردم و ظاهرا موفق شدم. ایشون به پول توجه کرده ولی سه تا سرمایه داشته، یکی خانوادهش، یکی بدنش، یکی ماشین. برای اینها در طول یک سال وقت گذاشته. ایشون قابلیت تولید بدن و ماشین و خانواده رو بالا برده. بعد از یک سال خانواده خیلی حالشون خوبه، چون با هم تفریح رفتن، مسافرت رفتن، اینور اونور رفتن، وقت گذاشتن، بدن سر حاله، به خاطر 15 ساعت کار مداوم تو ماشین فرسوده نشده و ماشین هم آماده خدماته. بنابراین ایشون بین تولید و قابلیت تولید تعادل ایجاد کرده، ولی من این تعادل رو ایجاد نکردم و من از نظر استفان کاوی آدم موفقی نیستم. یه داستان قدیمی وجود داره، میگم که یه خانواده‌ای بودن که یه مرغی داشتن. یه روز رفتن و دیدن که این مرغ یه دونه تخم طلا گذاشته. خیلی خوشحال شدن، اینو فروختن و پول زیادی به دست آوردن. فردا رفتن دیدن یه تخم طلا دیگه اونجا وجود داره، خوشحال شدن، اونم فروختن و یک ماه اینا روزی یه تخم طلا به دست می آوردن. یک روز این مردی که صاحب مرغ بود گفت که حالا که هر روز یه تخم طلا به دست میارم، برم این مرغ و شکمشو باز کنم، تمام تخم طلا رو یهو به دست بیارم. این کار رو انجام میده، هیچ تخم طلایی به دست نمیاره و خود مرغ هم از دست میده. این تخم طلا میشه تولید، اون مرغ میشه قابلیت تولید. ما اگر میخواییم تخم طلا به دست بیاریم، باید از اون مرغی که این تخمای طلا رو تولید میکنه مراقبت بکنیم. این کاریست که ما در زندگیمون انجام نمیدیم. ما دائما از دارایی هامون داریم کار میکشیم و هیچ وقت برای شارژ کردن دارایی های خودمون وقت نمیگذاریم. به همین خاطر بعد از 20 سال، 15 سال، 30 سال ما به خونه میرسیم، به ماشین میرسیم، به پسنداز بانکی میرسیم، ولی میبینیم اصلا هیچ حال و حوصله زندگی کردن نداریم. روابطمون با خانواده و دوستان انقدر خراب شده که هیچ جوری نمیشه از این روابط دیگه برای یک زندگی سالم استفاده کرد. بنابراین اگر میخوای موفق باشید، باید قابلیت تولیدتون رو همزمان با تولید بالا ببرید. این اون چیزیست که استفان کاوی بهش میگه اره را تیز کنید. و اگر اینجا ببینید دور این دایره یه دایره کوچیک گذاشته، نوشته اره را تیز کنید. اره را تیز کنید یعنی چی؟ ایشون میگه که شما دارید از یه جایی رد میشید، میبینید یه کسی داره یه درختی رو میبره با یه اره و شدیداً داره عرق میریزه. شما یه چند دقیقه نگاهش میکنید و میبینید که ارهش کنده و کار نمیکنه و خرابه. میرید بهش میگید که آقا حال شما خوبه، دارید چه کار میکنید؟ یه سلام علکی میکنه و میگه تو رو خدا برو، من خیلی عجله دارم، مزاحم من نشو. بهش میگید که میبینم که از صبح تا الان مشغول بریدن این درختید. میگه آره آره، شما حرف زدید، خیلی کار دارم. بهش میگید که این اره شما کنده، شما اگر یه رو وقت بذارید اره تو رو تیز کنید، اینو در یک ساعت میبرید. میگه آقا تو رو خدا مزاحم نشو، من خیلی کار دارم، گرفتارم، سرم شلوغه، برو دوباره زندگی. شما میرید و غروب میایید و میبینید همچنان داره اون درخت رو میبره. این اگر 20 دقیقه وقت می‌ذاشت و اره‌اش رو تیز می‌کرد، به جای این که 10 ساعت وقت صرف بریدن این درخت کنه، در یک ساعت این درخت رو می‌برید. باید ما اره رو تیز کنیم، یعنی برای بالا بردن قابلیت تولیدمون وقت بگذاریم. دوستان ممکنه بگید این مثال‌ها واقعی نیستن، من مثال دیگه می‌زنم. آیا واقعاً روزی نیم ساعت ورزش کردن باعث نمیشه که ما 40-50 سال بهتر زندگی بکنیم؟ اما هیچ کدوم این کار رو نمی کنیم. اگه بگن چرا، میگیم سرمون شلوغه، کار داریم، بچه داریم، همسر داریم، نمیدونم گرفتاری داریم، نمیتونیم نیم ساعت در روز ورزش کنیم. اما وقتی که ما به خاطر کسالت‌های جسمی، به خاطر بیماری، به خاطر اینکه بدن نمیکشه، تو کارها همراهی نمیکنه، تلف میکنیم، وقتی که ما توی کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها و سالن‌های پذیرایی پزشکا تلف میکنیم، هزاران بار بیشتر از روزی نیم ساعت وقتی که میخوایم برای ورزش بذاریم. این نیم ساعت رو نمیذاریم، بگیم وقت نداریم، ولی در عوضش هزاران برابرش رو به شکل‌های دیگه ما داریم تلف میکنیم. بنابراین ما اره رو تیز نمیکنیم، یعنی بدن رو همیشه آماده نگه نمیداریم.
به یک کسی میگی شما یک هفته کارتو تعطیل کن، مثلا کار کردن با کامپیوتر رو یاد بگیر، اون نرم افزارهای خاصی که داری، اون ابزارهای خاص کامپیوتر که لازم داری، کار کردن با اون رو یاد بگیر. این کارو نمیکنه. ولی اون زمانی که به خاطر ناآگاهی و ناآشنایی با این امکان از دست میده، به مراتب بیشتر از اینه. بنابراین دوستان، عادت هفتم میشه اره را تیز کنید، یعنی همیشه قابلیت تولید خودتون رو بالا نگه دارید تا بتونید به نتایج دلخواه خودتون برسید. مهمترین دارایی ما قابلیت تولید ماست. اگر ما قابلیت تولیدمون رو در حوزه‌های مختلف از بین ببریم، در واقع مهمترین داراییمون رو از بین بردیم. بی‌توجهی به قابلیت تولید به تدریج تولید و نتیجه رو نابود می‌کنه و کارایی ابزارها و سرمایه‌ها رو از بین می‌بره. کسی که فقط به نتیجه فکر می‌کنه، به زودی توانایی خودش رو برای تولید نتیجه از دست می‌ده. افزایش قابلیت تولید با راه حل‌های آنی و زود بازده به دست نمیاد. نیاز به برنامه‌ریزی مداوم و تمرین‌های پیوسته تدریجی داره. یعنی نمیشه با یک ماه و دو ماه و سه ماه قابلیت تولید رو بالا برد. این برنامه‌ای است که در تمام عمر ما همواره باید داشته باشیم. اصل قابلیت تولید به تنهایی کافی نیست، به تولید هم باید توجه کنیم. لطفاً دقت کنید. یه وقت هست که ما تمام تلاش رو میکنیم که بدن سالم باشه، ولی از بدن هیچ استفاده نمی کنیم. این فایده نداره. ما کوشش میکنیم ماشینمون همیشه در بهترین حالت باشه، ولی هیچ وقت از ماشین برای هیچ سفری استفاده نمی کنیم. اینم فایده نداره. بنابراین تأکید یک طرفه بر قابلیت تولید هم کافی نیست. قابلیت تولید موقعی خوبه که واقعا به تولید ختم بشه. میگن اگر روزی 20 دقیقه بدوید، مثلا 3 سال به عمرتون اضافه میشه. تحقیقات نشون میده کسانی که روزی 20 دقیقه میدوئن تا 3 سال به عمرشون اضافه بشه، اون 3 سال رو دویدن، یعنی از زندگیشون هیچ استفاده نکردن در واقع. این دقیقاً نشون میده که قابلیت تولید به تنهایی کافی نیست. ما حتما باید هم تولید و هم قابلیت تولید هر دو رو با هم در نظر بگیریم. خب اگر این بحث دوستان توجه کرده باشن، حالا میتونیم وارد قسمت جدید بشیم. به نظر میرسه که ما 4 نوع دارایی داریم و برای این 4 نوع دارایی واقعاً باید وقت بگذاریم. اول دارایی‌های فیزیکی، دوم دارایی‌های مالی، سوم دارایی‌های عاطفی، چهارم بدن. بدن رو توی قسمت فیزیکی میتونستیم بذاریم ولی جدا میکنیم. بدن یه قسمت هم پنجم اضافه میکنیم، ببخشید گفتم 4 و پنجم هم دارایی‌های معنوی. قابلیت تولید رو بالا بردن یعنی این که این 5 تا دارایی رو ما به تدریج بتونیم بالا ببریم، قابلیت تولیدشون. حالا من یکی یکی عرض می‌کنم. اول بریم سراغ دارایی‌های فیزیکی. تمام اشیا و وسایلی که ما در زندگیمون، چه زندگی شخصی چه خانوادگی، و در زندگی سازمانی و کاریمون ازشون استفاده می‌کنیم، به اینا میگیم دارایی‌های فیزیکی. بنابراین خونه ما یه دارایی فیزیکیه، ماشینمون دارایی فیزیکیه، ماشین مثلا ریشتراشیمون یه دارایی فیزیکیه، برای یه هنرمند سازش یه دارایی فیزیکیه، برای یه خوشنویس ابزارهای خوشنویسیش دارایی فیزیکیه، برای کسی که مکانیکه وسایلی که داره اونها همه دارایی فیزیکیه. ما دائما از دارایی‌های فیزیکیمون استفاده می‌کنیم، اما معمولاً غافلیم از این که باید قابلیت تولید اونها رو بالا ببریم. فکر کنم خیلی پیش اومده که شما به یک ابزاری نیاز داشتید در یک لحظه خیلی ضروری و بحرانی، ولی وقتی میرید از تو انبار درش میارید، میبینید کاملا زنگ زده، فاسد شده، خراب شده و دیگه اصلا قابل استفاده نیست. این به خاطر اینه که شما به بالا بردن قابلیت تولید ابزارهاتون توجه نداشتید. پیشنهاد عملی اینه که ما اگر میخوایم واقعا زندگی خوبی داشته باشیم، روزی یک ساعت یا هفته یک نصف روز بذاریم برای بالا بردن قابلیت تولید تمام ابزارهایی که بهشون نیاز داریم. کولرمون، نمیدونم بخاریمون، ماشینمون، ابزارهای کارمون، وسایل توی خونمون، وسایل آشپزخونمون و همه اینها. اگر این کار رو ما نکنیم، قابلیت تولید اینا روز به روز کمتر میشه و زمانی که ما به اونها نیاز داریم متوجه خواهیم شد که دیگه نمیتونیم ازشون استفاده بکنیم. بنابراین برای همه دارایی‌های فیزیکیمون باید وقت بگذاریم و قابلیت تولید اونها رو همیشه بالا ببریم. درباره دارایی‌های مالی من چون وارد نیستم صحبت نمی‌کنم. پولی که ما داریم، این پول رو اگر فقط ازش استفاده بکنیم به زودی تموم خواهد شد. بنابراین ما آدم موفقی نیستیم.
انسان موفق کسیه که از پول برای تولید پول استفاده بکنه. یعنی ما زمانی میتونیم بگیم آدم موفقی هستیم که پولی و دارایی مالی رو که داریم همش رو به کار نگیریم و ازش استفاده نکنیم، کاری کنیم که این دائما بیشتر بشه و قابلیت تولید داشته باشه و به تولید ثروت بیشتر منتهی بشه. از روش‌های عقلانی، از روش‌های اخلاقی و روش‌های درست باید استفاده کنیم تا موجودی پول ما تموم نشه و ما پول رو تموم نکنیم. از اون طرف هم اگه فقط به فکر این باشیم که پولمون رو بیشتر کنیم ولی استفاده نکنیم، اینم کار خطرناکی است. در این حالی که بهره میگیریم از پولمون، باید تلاش کنیم که دائما پول ما پول تولید کنه. بریم سراغ بدن. دوستان، بدن ما که در فرهنگ ما متاسفانه خیلی تحقیر شده، یکی از مقدس‌ترین دارایی‌های ماست. خیلی تو فرهنگ ما بر سر بدن زده شده، بدن بهش توهین شده، بهش بی‌احترامی شده، ولی واقعاً بدن محترمه و مقدسه و باید خیلی خیلی زیاد ما بهش احترام بگذاریم و مراقبش باشیم. خدا رحمتونه، مرحوم دکتر قیصر امینپور تقریباً شاید دو سه هفته به مرگشون مونده بود، داشتیم با عبدی قدم میزدیم، من ایشون گفت که من همیشه فکر میکردم بدن مهم نیست، ولی الان که دیگه دیالیزی شدم و کلیه‌ام داره از کار بیفته، الان میفهمم که وقتی بدن شما حالش خوب نیست، همه وجود شما حالش خوب نیست. این واقعا حرف مهمیه. ما به خاطر فرهنگ غلط صوفیانه و عرفانی که داشتیم و زاهدانه، تن رو تحقیر کردیم و بهش بی‌احترامی کردیم و این تن محترم مقدس مبارک ما یکی از چیزهایی است که اگر بهش توجه نکنیم همه بخش‌های زندگی ما رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. ما باید توانایی تولید بدن رو همیشه بالا ببریم، یعنی بدن رو قابلیت تولیدش رو افزایش بدیم. به صورت خاص 5-6 تا کار رو منظم و مرتب برای بدن باید بذاریم. خواهش میکنم دوستان واقعا این کارا رو انجام بدید، یعنی اگر نیست توی برنامه‌تون شروع کنید. اولین برنامه ورزشه. ورزش رو حتما زیر نظر یک متخصصی که وارده که باید چه کار بکنیم انجام بدیم. مرتب و منظم در روز یا یه روز در میون ورزش کردن باعث میشه که توانایی بدن ما خیلی زیاد بشه و ما بتونیم از بدنمون برای رسیدن به اهدافی که داریم زیاد استفاده کنیم. دوم، از طریق تغذیه سالم و پرهیز از مواد خوراکی که مفید نیستن یا احیانا زیانمندن، باید تلاش بکنیم که بدنمون رو همیشه روی فرم نگه داریم. استفان کاوی خیلی تاکید میکنه روی مواد زیان آور، روی نوشیدنی های زیان آور، مشروبات، الکل ها و امثال اونها، که اینها واقعا به بدن ما آسیب میرسونه و بدن رو کاراییش رو دچار افت میکنه. از طریق تغذیه سالم ما همیشه میتونیم بدنمون رو سرحال نگه داریم. سوم، از طریق بهداشت. و چهارم، از طریق تفریح و لذت و مسافرت. و پنجم، از طریق چک کردن مداوم، یعنی حداقل 6 ماه یا یک سال یه بار با پزشکای مختلف صحبت کنیم، خودمون رو به اونها عرضه بکنیم، از طریق آزمایش‌های گوناگون از سلامت بدن خودمون مطمئن بشیم. خیلی من میشناسم آدمایی که در اوج شکوفایی، در اوج رشد، یه دفعه افتادن توی بستر بیماری و دیگه بلند نشدن. این ممکنه ما همه گرفتارش بشیم. از طریق این 5 تا کاری که گفتم ما میتونیم همیشه این بدن محترم خودمون رو سر حال نگه داریم و ازش تا میتونیم خوب استفاده بکنیم. بریم سراغ دارایی‌های عاطفی. ما یه سری دارایی‌های عاطفی هم داریم. این دارایی‌های عاطفی یعنی روابطی که با انسان‌های دیگه برقرار می‌کنیم. اگر ما می‌خوایم از منافع روابط خودمون استفاده بکنیم، همیشه باید روابط خودمون رو شارژ نگه داریم. روابط خودمون رو در عالی‌ترین حد ممکن پر نگه داریم. یک استعاره خیلی معروفی وجود داره که تو این کتاب مفصل توضیح داده. لطفاً فقط به اون جنبه خاصش توجه کنید، به مادی بودنش توجه نکنید. اگر شما توی بانک حساب داشته باشید، موقعی میتونید از حساب بانکیتون برداشت کنید که به حساب بانکیتون پول واریز کنید. شما نمیتونید یه طرفه برداشت کنید، از اون ور هیچ چیز به حساب بانکیتون واریز نکنید. برداشت از حساب بانکی مستلزم اینه که موجودی بانک شما زیاد باشه. روابط ما دقیقاً اینجوری هست. ما اگر موجودی بانک عاطفیمون رو پر نکنیم، از این ور نمیتونیم از این بانک عاطفی استفاده بکنیم. شما در نظر بگیرید که پدر لازمه با بچه‌اش در یه موضوعی صحبت بکنه که خیلی موضوع حیاتیه
و 10 ساله که این پدر هیچ گونه رابطه عاطفی با بچه برقرار نکرده، میشینه با بچه حرف بزنه، هر چیزی که میپرسه بچه یا میگه آره یا میگه نه یا میگه نمیدونم یا میگه چه میدونم و هر کاری میکنه که باش گفتگو کنه نمیشه، به خاطر اینکه موجودی بانک عاطفی صفره. وقتی موجودی بانک عاطفی صفره، هیچ گونه گفتگو و تعاملی بین شما و طرف مقابلتون اتفاق نمیفته. شما یه روز احساس میکنید به یکی از دوستانتون نیاز دارید، بعد زنگ بزنید بهش بگید 20 میلیون تومان پول به من بده، اما شما چندین ساله نه یک زنگ بهش زدید، نه یک پیامک براش فرستادید، نه یک بار حالش رو پرسیدید، هیچ کاری براش نکردید. واقعا هر کاری میکنید روتون نمیشه که به او زنگ بزنید و بگید که لطفاً یه مبلغی پول به من قرض بده. بنابراین ما اگر میخواییم از بانک عاطفیمون برداشت کنیم، مرتب باید به بانک عاطفیمون از او بر تزریق بکنیم. چجوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ استفان کاوی چندین راه رو برای این موضوع معرفی کرده. یکی این که اعتماد سازی کنیم. اعتماد سازی به نظر میرسه مهمترین چیزی است که موجودی بانک عاطفی ما رو پر میکنه. رابطه ای که از اعتماد تهی شده باشه، هر حادثه کوچکی، هر سخن کوچکی میتونه به یک دعوای جدی تبدیل بشه. شما میبینید رابطه هایی که از نظر اعتماد خیلی سطحشون پایینه، یه اتفاق کوچولو که از نظر شما که از بیرون نگاه میکنید هیچ مهم نیست، اون رابطه رو تا حد طلاق میتونه پیش ببره و میتونه به جنگ های طولانی ختم بشه. متقابلا وقتی که سطح اعتماد در رابطه بالاست، سخت‌ترین کارها رو با کمترین میزان کوشش و تلاش شما میتونید انجام بدید. من همیشه به زن و شوهرایی که خیلی دعوا دارن با هم میگم که شما فقط باید سطح اعتماد رو بالا بیارید. اگه سطح اعتماد رو بالا بیارید، بیشتر این مسائلی که باعث دعوای شما میشن اصلا دیده نمیشن. الان که اینا رو میبینید، به خاطر اینکه اعتماد سطحش خیلی پایین اومده. اعتماد رو چطور میتونیم بالا ببریم؟ به نظر استفان کاوی مهمترین راه برای بالا بردن سطح اعتماد در یک رابطه، یکپارچگی شخصیته. یکپارچگی شخصیت که بهش میگن اینتگریتی، به فارسی میتونیم ترجمهش کنیم به یکپارچگی شخصیت، یا میتونیم ترجمهش کنیم به خلوص، خالص بودن. انسانی که یکپارچگی شخصیت داره حتما صادق هست، ولی صداقت همه یکپارچگی شخصیت نیست. یکپارچگی شخصیت از صداقت خیلی خیلی گنده‌تره و بزرگتره. یک پارچگی شخصیت یعنی این که ظاهر و باطن من با هم یکسان باشن، من به گونه ای ننمایم و به گونه دیگر باشم، این دوتا یعنی بود و نمود من مثل هم باشن، و در نیت من نسبت به شما خلوص وجود داشته باشه. یعنی شما بدونید که من واقعا خیر شما رو میخوام، من واقعا نمیخوام کلا سر شما بذارم. ببینید اگر یک کسی باشه حتی برنده برنده فکر بکنه، اعتمادم ایجاد کرده باشه، راستم بگه، ولی نهایتاً هدفش این باشه که کلا سر شما بذاره، شما متوجه میشید که این آدم خوبی برای ارتباط نیست. ما باید یک پارچگی شخصیت رو در خودمون ایجاد کنیم، یعنی تمام ابعاد شخصیتی ما همه یک ساز بزنن و ما رو به یک سو هدایت کنن و پیش ببرن. و صداقت البته کمک فراوانی میکنه برای اینکه اعتماد بالا بیاد. دوستان عزیزم، هر دروغی یک تیشه بزرگ به ریشه اعتماد در خانواده. به محض اینکه ما اولین دروغ رو در رابطه دوستی یا رابطه زناشویی گفتیم، باید بدونیم که ما آرام آرام داریم اعتماد رو در این رابطه نابود میکنیم. دروغگویی وقتی وارد رابطه میشه، اعتماد به شدت پایین میاد، و وقتی اعتماد پایین میاد، موجودی بانک عاطفی به شدت سقوط میکنه و از بین میره. بنابراین اعتماد سازی که از طریق یک پارچگی شخصیت به دست میاد. یک راه دیگه برای اینکه ما اعتماد رو به دست بیاریم اینه که صادقانه طرف مقابل رو مجاب کنیم با عملمون و با بودنمون که ما دوستش داریم. این حس دوست داشتن رو ما باید به طرف مقابل القا بکنیم. اگر ما صادقانه طرف مقابل رو دوست نداشته باشیم، هر کاری بکنیم، از هر تکنیکی که استفاده بکنیم، رابطه محال به جایی برسه. من به عنوان معلم اگر سر کلاس برم و تمام هدفم این باشه که سر ما حقوق بگیرن، محاله که درس‌های من در دانش آموزان من تأثیر بذارن. اگر من به عنوان یه پدر فقط تلاشم این باشه که از اینکه بچه پیشرفته باسوادی دارم پیش دیگران سربلند باشم خودم، این بچه به سرعت میفهمه که من اون رو ابزار دست خودم کردم تا به هدفهای خودم برسم. بنابراین بچه محاله که از کارهای خیری که من براش میکنم حس خوشی بهش دست بده. بنابراین طرف مقابل ما
باید بدونه که ما دوستش داریم، بی‌شائبه دوستش داریم و صادقانه و خالصانه دوستش داریم. اون یک پارچگی شخصیت اگر اضافه بشه به این محبت و به اون صداقت، سطح اعتماد رو در رابطه خیلی بالا میبره و ما در هر رابطه قرار بگیریم با کمترین هزینه و زمان و انرژی میتونیم به اون هدفی که میخوایم از اون رابطه برسیم. یک راه دیگه که باعث میشه دارایی عاطفی ما بالا بره، مهربانی های ساده و کوچیکه. ما از طریق مهربانی های ساده و کوچیک میتونیم اعتماد آدم ها رو به دست بیاریم، منتها این مهربانی های ساده و کوچیک رو خالصانه انجام بدیم. واقعا گرفتن دست یک کسی و فشارش دادن با محبت، نگاه دوستانه کردن به چشم یک انسان، اگر یک کسی یه چیزی لازم داره شما اون چیزی رو که لازم داره بهش بدید، واقعا سطح اعتماد بالا میاد. خیلی کارهای کوچیکی که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم زیادن. ابو سعید ابوالخیر یه بار بالای منبر بود، گفت که من تعجب میکنم شما این مرواریدها و جواهراتی که زیر پاتونه جمع نمیکنید، همینجوری بی خیالش هستید. تا اسم مروارید و جواهر اومد همه به پایین نگاه کردن، گفتن استاد کجاست ما میخوایم جمع کنیم. گفت خدمت، خدمت، خدمت. واقعا همینه. ما کنار هر آدمی که قرار میگیریم با یک روی خوش، با یک تبسم زیبا، با یک توجه عمیق، با یک گوش دادن خالصانه، با یک کمک مالی یا هر چیزی که میتونیم انجام بدیم، میتونیم آرام آرام اعتماد او رو به دست بیاریم و دارایی بانک عاطفی خودمون رو بالا ببریم. یه چیز دیگری که باعث میشه بانک عاطفی ما سرشار بشه خوشقولیه. در کنار دروغ و ریاکاری، یکی از چیزهایی که به شدت موجودی بانک عاطفی ما رو پایین میاره بدقولیه. اگر ما 5-6 بار پشت سر هم به کسی بدقولی بکنیم، شک نکنید که اعتماد اون شخص به ما از بین خواهد رفت. برای قولها و قرارهایی که میذاریم باید واقعا با همه وجود وقت بگذاریم. اگرم دیدیم نمیتونیم اجراشون بکنیم، پیشاپیش خبر بدیم تا طرف منتظر نمونه و بتونه به برنامه‌های خودش برسه. ولی بدقولی کردن و فراموش کردن به شدت پایین میاره موجودی بانک عاطفی رو. اجازه بدید پرانتز باز کنم و خلاصه کنم چون خیلی مهمه. به نظر من 3 چیز آسیب میزنن به رابطه و آسیب میزنن به موجودی بانک عاطفی بیش از همه: دروغی و ریاکاری، دروغ و بدقولی. من فکر می‌کنم این 3 مهمترین مسائلی هستن که به شدت عاطفه رو از بین می‌برن و روابط رو خراب می‌کنن: دروغی، بدقولی و ریاکاری. خب این مرحله رو ببندیم. یک مورد دیگری که استفان گاوی آورده و خیلی کمک می‌کنه به بالا رفتن موجودی بانک عاطفی ما، تشریح صادقانه و روشن توقعات و انتظاراته. این چیزی که در جامعه ما خیلی جاش خالیه. یعنی گاهی اوقات چند نفر چندین سال با هم زندگی میکنن، هیچ کدوم نمیدونن طرف مقابل چی میخواد. ما باید اگر حتی میخوایم 2 ساعت با یک کسی باشیم، صادقانه بهش بگیم انتظار ما از او چیه و از او بخوایم بگه انتظارش از ما چیه. بسیاری از وقتها چون ما نمیدونیم انتظار طرف مقابل چیه، خیلی کارها براش انجام میدیم که مطابق انتظار اون نیست و فایده ای نداره. اونم چون نمیدونه انتظار ما چیه، خیلی از کارها رو انجام میده برای ما، ولی انتظار ما چیز دیگری است. اگر ما بیاموزیم وارد هر رابطه‌ای میشیم، هر قد کوتاه مدت، با شجاعت و با صراحت و با صداقت و البته با مهربانی بگیم که دقیقاً چه انتظاراتی داریم و اونم بگی چه انتظاراتی داره، رابطه خیلی خوب پیش میره. به نظر من یکی از آفتهای بزرگ روابط ابهامه. ادامه پیدا کردن رابطه در ابهام رابطه رو نابود میکنه و این ابهام به خاطر اینه که 2 طرف صادقانه و شفافانه انتظاراتشون رو تشریح نمیکنن. خب بدن رو گفتیم، دارایی های مالی رو گفتیم، دارایی های فیزیکی رو هم گفتیم. بریم سراغ دارایی های ذهنی. ما یک ذهنم داریم که باید برای ذهن به عنوان یک دارایی حتما برنامه‌ریزی کنیم و سرمایه گذاری کنیم. در واقع ما باید قابلیت تولید ذهنمون رو همیشه بالا ببریم. یکی از طریق مطالعه کتاب‌های مفید و سودمند و کتاب‌های درجه اول. چون عمر ما کوتاهه، نمیتونیم همه کتاب‌های خوب رو بخونیم. من به همه پیشنهاد می‌کنم برنامه مطالعاتیتون رو بذارید برای خوندن شاهکارهای بزرگ دنیا. حدود 100 تا شاهکار بزرگ بیشتر تمدن بشری در این چند هزار سال نداشته. اگر کسی این حدود 100 تا شاهکار رو بخونه، به نظر من بر مجموعه فرزانگی و فرهیختگی بشری اشراف پیدا کرده. چون عمر ما کوتاهه، بهتره که با شاهکارها زندگی کنیم، دنبال کتاب‌های میان مایه و سطح پایین نریم. ژان کوکتو میگه شاهکار باید آفرید و سلام.
این جمله خیلی جمله کلیدی برای همه هنرمندان. شاهکار باید آفرید و سلام. تو مطالعه کتاب هم دنبال شاهکار باید رفت و سلام. ما از طریق خوندن کتاب‌های درجه اول تمدن بشر ذهنمون رو قوی و نیرومند می‌کنیم. دوم از طریق گفتگو با آدم‌های دانا و فرهیخته و فاضل، و سوم از طریق تفکر و گوش دادن به سخنان آدم‌های بزرگ و نوشتن. اینا باعث میشن که ذهن ما قدرت تحلیلش، قدرت حفظش، قدرت بررسیش، قدرت نگهداری اطلاعات بالا بیاد و ما همیشه بتونیم از ذهنمون استفاده کنیم. برسیم به آخرین دارایی ما، یعنی دارایی‌های معنویمون، یعنی جانمون و روحمون. از نظر استفان کاوی، انسان سالم و موفق کسیه که حتما در زمینه معنوی برای بالا بردن قابلیت تولید خودش وقت بگذاره. به شدت تأکید داره روی موضوع که اگر از بعد معنوی غافل بشیم، هر قدر که پولدار بشیم، هر قدر که بدن سالمی داشته باشیم، هر قدر که باسواد و دانشمند بشیم، باز هم زندگی ما زندگی متعادلی نخواهد بود. بنابراین اون بعد معنوی ما خیلی مهمه و هر گونه غفلت از بعد معنوی حتما آسیب‌های جبران ناپذیر رو به ما وارد میکنه. استفان کاوی خودش پیشنهاد میکنه، میگه که برای بالا بردن قابلیت تولید روح و جان، یعنی بالا بردن سطح عواطف معنوی، ما حتما باید از مناجات و نیایش و دعا بهره بگیریم. از نظر ایشون ارتباط با خداوند و لحظاتی از روز رو برای گفتگو با خدا و ستودن خدا و سپاسگزاری از خدا قرار دادن، به مرور زمان باعث میشه که روح ما و جان ما سیراب بشه و ما همیشه سرحال باشیم. درباره فرمش ایشون نظر نمیده و منم با همین موافقم. فرمش واقعا مهم نیست. اونایی که با نماز و روزه و عبادتهای دینی بهتر ارتباط برقرار کنه از این راه، اونایی که با موسیقی و با هنر ارتباط معنوی برقرار کنن با خدا از اون راه، اونایی که در طبیعت میتونن این کار بکنن از اون راه. با فرمش کار نداریم. اما به هر حال به نظر من اگر در شبانه روز کمتر از یک ساعت برای تقویت بعد معنوی، یعنی برای مراقبه، برای نیایش، برای خلوت، برای درون نگری و برای توجه به مسائل روحی و روانی وقت بگذاریم، به نظرم زندگی ما از حالت تعادل خودش حتما خارج خواهد شد و زندگی سالمی نخواهد بود. بنابراین دوستان، اره را تیز کنید، یعنی اینکه یک برنامه ریزی منظم و مرتب داشته باشید، بدنتون همیشه سر حال باشه، ذهنتون سر حال باشه، از نظر معنوی سر حال باشید، از نظر مالی استقلال مالی داشته باشید و پولتون پول تولید کنه و روابط انسانیتون رو همیشه شارژ نگه دارید. اگر این 5 تا دارایی رو ما همیشه شارژ نگه داریم، قابلیت تولیدشون بالا نگه داریم، زندگی خیلی زیباتر میشه. ولی این کار دوستان زمان بره، یعنی شما هر روز مرتب باید برای اینها وقت بگذارید. اگر ما این کارو بکنیم، ان شاءالله تو درس بعدی خواهیم گفت، برای اینا وقت بگذاریم چند سال، زیاد هم وقت نمیگیره. برای هر کدوم از این ابعاد روزی نیم ساعت، یک ساعت وقت بگذاریم، یه وجود متعادل سالمی به دست خواهیم آورد که همیشه میتونیم از مزایاش استفاده کنیم. پس ما 7 عادت داریم. 3 عادت اول به ما کمک میکنن مستقل بشیم، عامل بودن، ذهنن از پایان آغاز کردن و نخست امور نخست رو قرار دادن. 3 عادت دوم، یعنی برنده اندیشیدن، تفاهم و همدلی و انرژی جمعی ایجاد کردن، ما رو به موفقیت جمعی میرسونن. و اره را تیز کنید، قابلیت تولید ما رو در حوزه‌های مختلف زندگی بالا میبره. اگر این نکته ای رو که گفتم دوستان متوجه شده باشن، کل کتاب دیگه دستشون اومده. تمام کتاب میخواد این 7 مسئله رو برای ما توضیح بده.